بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیری خدمت تک تک از شما محصلین عزیز و گرامی، بحث حقوق جزای بین الملل، عناصر جرایم بین المللی داشتیم ما هم صحبت میکردیم. جلسه 29 و 30 درسی ما و شماست. در قسمت عناصر حقوق جزای بین الملل، عناصر جرم نسل کشی رو با هم صحبت کردیم و بحث ما و شما روی جرم جنایت علیه بشریت بود. یک سری از موضوعات ما هم در قسمت جرم جنایت علیه بشریت بحث کردیم. در قسمت موضوع عناصر جرم بود. در قسمت عناصر مادی جرم جنایت علیه بشریت، محسنین عزیز، بحث قتل، نابودسازی، بردگی گرفتن، اینا رو با هم گپ زدیم که اینها صحبت کردن روی از این موضوعات که اینها شامل چه مواردی هست. اما در ادامه بحث، در ماده 7 اساسنامه محکمه جزای بین المللی لاهه، در قسمت موضوع جنایت علیه بشریت آمده ذکر شده، محسنین نهایت عزیز، گفته هر یک از اعمال زیل در صورتی که به حالت گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی اتفاق بیفته، این موارد شامل چی میشه؟ جنایت علیه بشریت میشه. خب، بحث موضوعی در ادامه بحث، گفته یک مورد، گفته قتل، گفته اگر این موارد به صورت گسترده و سازمان یافته اتفاق بیفته جنایت علیه بشریت است. قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن یا اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، اون مواردی که قبلا گفتیم با هم ما و شما صحبت کردیم. اما در ادامه بحث میگیم که اخراج یا انتقال اجباری جمعیت، اینها در حقیقت مصداق جنایت علیه چی است؟ علیه بشریت است. اخراج به چه حالت؟ ببینیم، اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم یک مصداقیه، مصداق جنایت علیه بشریت. یعنی چی؟ یعنی جابجا کردن اجباری افراد مورد بحث از طریق اخراج یا اعمال مستبدانه دیگر از ناحیه‌ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین الملل مجاز شمرده شده باشد. این موارد چی هست؟ موارد در حقیقت یکی از مصداق جنایت علیه بشریت است. موضوعی که در داخل یوگسلاویا اتفاق افتاد. در داخل یوگسلاویا ما پیشتر هم مثال برای شما زدم، مسلمان ها از یک جا به جای دیگه یا از یک بخش به بخش دیگه انتقال می دادن. البته در موضوع اخراج و انتقال اجباری جمعیت چند نکته اینجا ذکر هست یا چند نکته مهم هست. یعنی این مبحث به چی طریق به وجود میاد؟ ببینیم جنایت علیه بشریت به چی طریق به وجود میاد؟ جنایت علیه بشریت زمانی به وجود میاد که فرد چی شده باشه؟ یکی از مورد جنایت علیه بشریت اخراج هست. اخراج یا انتقال اجباری جمعیت هست. خب حالا اخراج یا انتقال اجباری جمعیت به چی طریق به وجود میاد؟ محصلین گرامی، اینها مواردی که اینجا در روی سلاید شما میبینیم در حقیقت شامل مورد شامل چی موضوع هست؟ شامل این مبحث میشه. یعنی به این طریق این اخراج در حقیقت به این نیاز، این موارد نیاز داره. یک، که این جرم اتفاق بیفته. اجبار فقط اجبار فیزیکی نیست محصلین عزیز. وقتی ما میگیم اخراج یا انتقال اجباری، این نیست که اونا لطکوب بکنه بکشه یا فرض مثال از این قبیل موضوعات. اجبار فیزیکی نیه، تهدید به زور هم هست، تهدید بکنه. یعنی چی موضوع به صورت فیزیکی باشه، چی به صورت روانی باشه، اجبار فیزیکی باشه یا تهدید به زور باشه، یا موضوع چی، یا بس اکراه، ترساندن از خشونت، بازداشت، اجبار روانی، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از شرایط خاص مشابه. یعنی به هر یک از این موارد، حالا تهدید فیزیکی، تهدید روحی یا به هر حالت، این گروه، این جمعیت، این چه کار میکنه؟ جمعیت انتقال بده، اخراج بکنه. یعنی هدف از او بیرون کرد. هدف از این نیست که اینا رو از بین ببره، چون اگر از بین ببره فرض مثال میشه نسل کشی، یا فرض مثال یک موضوع دیگه یا یک مصداق دیگه پیدا میکنه.
اما هدف ای چی است؟ هدف از ای است که این گروه در حقیقت خارج بشن، بیرون بشن. مثلا موضوعی که در داخل یوگسلاوی اتفاق افتاد، بیشتر هم مثالی که برای شما زدم قضیه های سیتی وای که پرونده بسیار مشهور هست، که موضوع اخراج بود، بحث در داخل سربستان که اتفاق افتاد، کراوات ها که انجام دادن، موضوعی که علیه مسلمان ها اتفاق افتاد که هر یک از این گروه ها به دنبال یک قلم روی مشخص و سیتری بودن که اقوام دیگه و نحوی از داخل از او قلم رو بیرون میکنن و قلم رو مختص به همو قوم خود رو میخواستن به وجود بیارن. داری که اینجا یک مثال هم اینجا برای شما آورده ذکر شده، یه به نحوی یه هم در داخل بوسنی هست، مسلمان های بوسنی که در این هم موضوع مربوط به یوگسلاویا هست، همون جنایاتی که در داخل یوگسلاویا اتفاق افتاده بود، محصلین گرامی که خود از این در حقیقت منوی چی هست؟ انتقال اجباری جمعیت هست که تمام اینها شامل موضوع جنایت علیه بشریت میشه. البته نکته دیگه هم که وجود داره، یکی از موارد و مصداق‌های دیگه که برای به وجود آمدن جرم جنایت علیه بشریت میتونه مصداق پیدا بکنه و میتونه اتفاق بیفته، محصلین گرامی، بر علاوه قتل، بر علاوه نابودسازی، بر علاوه موضوعات از قبیل، بحث محبوس کردن هست. البته اون چیزی که در داخل محکمه جزای بین الملل در موضوع کیس موضوع کردیش اتفاق افتاد، محبوس کردن یعنی بیدلیل بدون تیش شدن تشریفات قانونی، یکی بحث حبس قانونی داریم. خب ما افراد زیادی هستن محبوس هستن، خب ما اونا چرا جنایت علیه بشریت نمیگه؟ بحث محبوس کردن از اونا در حقیقت موضوع چی هست؟ یه هست که بدون دلیل اونا بر اساس یک دلیل قانونی در داخل محبس هستن، بر اساس یک تشریفات قانونی، اما در این موارد تشریفات قانونی نیست. تشریفات بدون تشریفات و بدون دلیل، حالا بر اساس یک انگیزه ولو هر انگیزه که میخواه باشه، این افراد داخل محبس هستن و این منجر به نقض شدید در حقیقت حق آزادی از اونها میشه. یعنی یک از قواعد اساسی حقوق بین الملل با حبس کردن از اینها و گرفتن حق آزادی از اینها گرفته میشه، که خود از این یکی از مصداق‌های جرم جنایت علیه بشریت هست. خب که در اسنادهای در مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اسناد مختلف حقوق بشری موضوع منع شده و در حقیقت از این به عنوان یک جرم یاد شده و از حق آزادی به عنوان یک حق اساسی در تمام از این موارد ذکر شده، چنانچه موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر ما و شما پیشتر با هم صحبت کردیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر، محصلین گرامی، طوری که شما اطلاع دارین در سال 1948 به تصویب رسید که در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرد به خاطر دفاع از حمایت از حقوق اساسی از او، که هدف اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حمایت از حقوق اساسی و بنیادی بشر هست یا انسان هست. یا مثلا ما در اینجا بحث موضوع دیگه داریم، بحث که در حقیقت در مورد شکنجه است که یکی از مصداق‌های موضوع جنایت علیه بشریت هست. البته محصلین عزیز، باز هم تکرار میکنم،
داریم عنصر مادی جرایم علیه بشریت رو میخوانیم، تک تک از اینا، موضوع قتل، موضوع محبوس کردن، موضوع بحث موضوعات مختلف با هم صحبت کردیم. حالا بحث شکنجه هست که این یکی از مصداقهای جنایت علیه بشریت است، در صورتی که شکنجه به صورت گسترده و سازمان یافته اتفاق بیفته، خود از یکی از جنایت موضوعات مصادیق جنایت علیه بشریت است. چون شما کنوانسیونی هم داریم، کنوانسیونی به نام کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی که حتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم عضویت از این کنوانسیون داره. خب در قسمت از این کنوانسیون، کنوانسیون من شکنجه، محصلین آهد عزیز، از نظر از این کنوانسیون من شکنجه، خود شکنجه به معنای هر عملی هست که به وسیله از او درد یا رنج شدید، اهم از جسمی، روانی، عمدن به کسی وارد شود. یعنی میتونه شکنجه هم به صورت روحی باشه، هم به صورت روانی، که یکی از مصادیق جرم جنایت علیه بشریت هست. به منظور، خب حالا این شکنجه به خاطر چی اجرا میشه؟ به منظور نیل به اهدافی چون کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث، یا مجازات کردن او به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای هر ارعاب یا مجبور ساختن او یا شخص ثالث، و یا بنا به هر دلیل مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن، به شرط آن که چنین درد یا رنجی بنا به ابتکار یا رضایت یک مأمور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولت انجام وظیفه می کند وارد گردد. شکنجه شامل درد یا رنجی که تنها ناشی از اعمال مجازات های قانونی یا نهفته در آنها یا فرع بر آنها هست نمی گردد. محصل ناهد عزیز، شکنجه یکی از موارد هست که در صورتی که اگر به صورت گسترده و سازمان یافته اتفاق بیفته، محصلین گرامی، این بحث چی میشه؟ بحث موضوع جنایت علیه بشریت میشه. البته میتونه به صورت روحی باشه، به صورت روانی، البته چون شما با این موضوع کامل آشنایی دارین دیگه. موضوع شکنجه، عناصر از او، تعریف از او و سایر موضوعات از او، نیاز نیست که ما بیشتر روی بحث شکنجه با هم صحبت بکنیم. موضوع عناصر مادی جرایم علیه بشریت رو میخوایم ما با هم مطالعه بکنیم و داریم این مطالعه میکنیم. و پس یکی از مصداقها بحث چی است؟ بحث شکنجه است. البته در ماده 7 اساسنامه گفته شکنجه، یعنی در خود ماده 7 که جنایت علیه بشریت تعریف کرده و گفته یکی از مصداقهای جرم جنایت علیه بشریت شکنجه است، خود شکنجه رو آمده تعریف کرده در خود ماده 7 اساسنامه محکم جزای بین الملل لاهه. میگه شکنجه یعنی وارد آوردن آمدانه درد یا رنج شدید، چی جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر میبرد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد، با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمیشود که صرفا ناشی از مجازات های قانونی گردد یا به صورت ذاتی یا طبیعی در نتیجه این مجازات حاصل شود. یعنی تقریبا شبیه به تعریفی که قبلا بر اساس کنوانسیون من شکنجه است، البته کمی خلاصه تر هست، البته همو تعریف هست دیگه که پیشتر هم گفتیم تعریف کنوانسیون کمی عامتر از تعریف چی؟ از تعریف اساسنامه. البته سمت مرتکب لحاظ موضوع چی که هسته؟ ببینیم در داخل ازی گفته که در داخل ازی اساسنامه گفته که شکنجه شامل درد و رنج که صرفا از طریق مجازات و بحث دولتی یا مأمور دولتی اینجا نیاورده، اما اینجا گفته توسط مأمور چی باید انجام بشه؟ توسط مأمور دولتی. یعنی سمت مرتکب در کنوانسیون من شکنجه شرط دانسته، گفته سمت مرتکب در حقیقت اونجا گفته که باید دولتی باشه، اما در اینجا چیزی از سمت مرتکب نگفته، میتونه دولتی باشه و میتونه
غیر دولتی باشه، البته در کنوانسیون منع شکنجه هم میتونه توسط دولت یا اگر خود مامور دولتی نباشه توسط شخص دیگری، یک مامور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولت انجام وظیفه میکنه، یعنی به نحوی مرتبط با او باید باشه. هدف شکنجه مهم نیست که به چه هدفی اتفاق افتاده باشه. خب نوع دیگه ای که یا یکی از مصادیق دیگه ای که محصلین نهایت عزیز در بحث عنصر مادی یا به اصطلاح یکی از مصادیق جرم جنایت علیه بشریت هست، یعنی جرم جنایت علیه بشریت به این طریق هم میتونه اتفاق بیفته، بر علاوه قتل، نابود سازی، بر علاوه کوچ اجباری، بر علاوه حبس غیر قانونی، بر علاوه موضوع شکنجه، یکی از این موارد خشونت جنسی هست که میتونه یکی از موارد یا مصادیق جنایت علیه بشریت باشه. خب بحث تجاوز جنسی، بردکشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر نوع خشونت همسنگ و همجنس دیگر در همین سطح، اینها شامل چی میشه؟ شامل به اصطلاح خشونت جنسی میشه که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت هست. مثلا یکی از جرایمی که در داخل محکمه یوگسلاویا، در محکمه جزای بین الملل یوگسلاویا در محکمه جزای بین الملل یوگسلاویا مورد رسیدگی قرار گرفت، بحث موضوع تجاوز جنسی بود که به صورت گسترده خلو توسط اقوام مختلف برای اقوام دیگه اتفاق افتاد، که در داخل یوگسلاویا زمانی که محکمه برگزار شد در کنار جنایات جنگی و سایر مصادیق جنایت علیه بشریت مثل کوچ اجباری و فلان فلان، این موضوع هم در اونجا رسیدگی شد. خب در خود چی آمده ذکر شده در اساسنامه گفته به مقصد به کار رفتن در این اساسنامه، هدف از این موضوع واژه جنسیت به مفهوم اشاره به دو جنس مذکر و مؤنث با معانی که در جامعه به کار میبرد میرود میباشد. واژه جنسیت بر هیچ گونه معنای متفاوت با آنچه که در فوق ذکر شد دلالت ندارد. این موضوع کاملا واضح است. وقتی میگه خشونت جنسی، میگه منظور از جنس موضوع مذکر و مؤنثه، هو چیزی که در جامعه معنایی که میگه در جامعه به کار میره و میگه هدف دیگه مو غیر ازی نداره. منظور از خشونت جنسی میگه این چیز هست. خب خشونت جنسی شامل چه موارد است؟ میگیم جنایت علیه بشریت محصلین گرامی به این طریقا اتفاق میفته. به چه طریق جنایت علیه بشریت؟ یکی از موارده که میتونه فرد مرتکب جرم جنایت علیه بشریت بشه، بحث چی است؟ بحث موضوع خشونت جنسی است. حالا سوال به وجود میه که خشونت جنسی به چه طریق اتفاق میفته؟ خشونت جنسی به این موارد یا به این طریقا اتفاق میفته. محسنین گرامی، تجاوز به عنف، مفهوم به اصطلاح تجاوز به عنف چی هست؟ قربانی البته میتونه هم محسنین نهایت عزیز زن باشه هم مرد باشه، یعنی خشونت تجاوز، تجاوز جنسی نیست که تنها تجاوز بالای زن صورت بگیره. تجاوز به عنف یعنی به زور، به خود کلمه تجاوز یعنی موضوعی که طرف رضایت برقرار رابطه جنسی نداشته باشه، و حالا این میتونه هم با زن باشه هم میتونه چی باشه؟ با مرد باشه. و در قسمت موضوع تجاوز محصلین عزیز، طوری که در کد جزا هم ذکر شده، بحث خشونت جنسی، بحث تجاوز حتما نیست که موضوع چی باشه؟ دخول در هر قسمت بدن قربانی باشه. دخول در آلت تناسلی هست و
دخول هم میتونه با عضو بدن صورت بگیره یا با فرض مثال با هر شیء دیگه که در کد جزایی ماضی اومده درج شده. ما بیشتر گفتیم تجاوز به عنف یعنی عدم رضایت از او، یعنی با زور با استفاده از تهدید صورت گرفته باشه، نه که فرد رضایت داشته باشه. خب یکی از ما مصادیق بیشتر گفتیم یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت خشونت جنسی است. خشونت جنسی هم گفتیم خود از این باز به طریق های مختلف اتفاق میفته. یکی از این طریق ها گفتیم چی بود؟ بحث تجاوز بود، تجاوز به عنف. یکی دیگه از مصادیق خود خشونت جنسی که میتونه خشونت جنسی به وجود بیه و این موارد باز خود جنایت علیه بشریت به وجود بیاره، بردگی جنسی هست. یعنی چی؟ یعنی اعمال حق مالکیت شخصی، یعنی به نحوی فرد قربانی به اصطلاح حق مالکیت از او سلب میکنه و او تحت استثمار جنسی قرار میده و به اصطلاح او میشه قربانی، او شخص به عنوان قربانی جنسی در میه، او شخص به اصطلاح کمی عمل بالای از او اتفاق افتاده. خب نوع دیگه، پس ببینیم خشونت جنسی میتونه با حالت تجاوز باشه، با حالت بردگیری جنسی باشه، یا میتونه با حالت فحشای چی باشه؟ فحشای اجباری باشه. یعنی فرد به نحوی به عنوان برده نگرفته که به کلن حق مالکیت از او سلب بکنه، اما به نحوی ای فرد به فحشای اجباری اون مجبور میکنه که در ازای پول یک مقدار پول خودی بگیره و یک مقدار پول ای بگیره و تان ای از ای استفاده بکنه. در بحث بردگی جنسی هیچ چیزی بر از او خانم یا بر از او قربانی نمیرسه، اما در فحشای اجباری یک قسمت میتونه از ای پول یا از ای چی برای از ای فردی که داره می خدمات جنسی ارائه میکنه به این شخص برسه. البته در فحشای اجباری هم بحث زور هست، ببینیم اجبار بحث زور هست، تهدید هست، البته برای او طرف قربانی هم میتونه منفعت مالی داشته باشه، منفعت بر اساس منفعت مالی تن به او کار بده یا بر اساس زور تن به او کار بده. خب نوع دیگه که ما پس تا اینجا گفتیم خشونت جنسی یکی از عناصر جنایم علیه بشریه، بحث خشونت جنسی است. خشونت جنسی شامل تجاوز به عنف میشه، شامل بردگی جنسی میشه، شامل موضوع فحشای اجباری میشه و یک دیگه از مصداق هایی که میتونه اتفاق بیفته حاملگی اجباری هست. یک مثالی که در این قسمت ابتدا مثالی میزنیم و بعد صحبت میکنیم در آنچه در روی سلاید هست، موضوعی که داعش در مثلا در موضوع عراق یا سوریه انجام داد، اشخاص و کسانی که به عنوان اسیر اینا رو گرفته بودن، خانم ها به زور به نکاح اجباری خود در آوردن و به نحوی اینا حاملگی اجباری برای از اینا به وجود آمد و اینها در همون قسمت یا نقاط که تحت حاکمیت خود از اینا بود به زور نگه می داشتند و اینا تا اینا به اصطلاح بتونن روی جمعیت و گروه قومی تأثیر بگذارن، با این که تعداد از این خانم هایی که فرار کردن و به کشورهای دیگه آمدن هیچ نوع رضایت برای داشتن از این اطفال نداشتند. این به نحوی حاملگی اجباری است محسنین عزیز، یعنی محبوس نمودن غیر قانونی زنی که با اجبار حامله شده به قصد تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین الملل باشد. خب البته این تعریفی که ما اینجا آمدیم انجام دادیم محسنین گرامی، تعریفی که در خود اساسنامه محکمه جزای
بین الملل لاهه درد شده. در ماده 7 زمانی که جرایم علیه بشریت را آمده توضیح داده، خشونت جنسی بحث حاملگی اجباری آمده ذکر کرده که همین تعریفی که اینجا شده، همین تعریف در او درج شده. خب منظور بحث حاملگی اجباری، محصلین عزیز، گفتیم که یک نکته مهمه که اینجا درج شده، گفته که به صورت به اجبار حامله شده باشه و هدف از او هم تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین الملل باشه. مثال پیشتر که زدم فکر کنم موضوع برای شما کاملا در این قسمت واضح شد، موضوع داعش و پس حاملگی اجباری که فعلا هم متاسفانه چنین برنامه های در قسمت گروه تروریستی داعش وجود داره، در این برنامه ها دارن متاسفانه استفاده میکنن و کسانی هم قربانی از این موضوع شدن. خب بحث موضوع جنایت علیه بشریت، گفتیم یکی از مصداق‌ها خشونت جنسی بود. خشونت جنسی شامل تجاوز به عنف بود، شامل حاملگی اجباری بود، فحشا اجباری بود، بردگی اجباری بود، بردگی جنسی بود. و یکی دیگه از مصداق‌های خشونت جنسی عقیم سازی اجباری هست. به عنوان مثال موضوعی که در داخل رواندا اتفاق افتاد، قوم هوتو، قوم توتسی به نحو عقیم می کردن، بر علاوه که می کشتن، بر علاوه که اونا کوچ اجباری می دادن، یکی از موارد که انجام می دادن عقیم سازی یا عقیم کردن از این قوم بود. خود عقیم سازی یعنی محروم کردن از توانایی تولید مثل. البته منظور از عقیم سازی یعنی به صورت دائمی است، موارد موقت از او شامل از این باب مبحث نیه، یعنی دیگه با حالت در صورتی که عقیم بشه دیگه قابل تداوی نیه و این عمل با رضایت خود فرد هم انجام نشده باشه. چون بعضی از افراد خب حالا به هر دلیلی شاید عقیم میکنن، حالا به صورت خیلی کم شاید چنین اتفاقی بیفته، اما موضوع وقتی ما صحبت میکنیم در زمان که جنایت خب به صورت وسیع و گسترده اتفاق میفته، یک نمونه از این که میتونه جرم اتفاق بیفته بحث عقیم سازی است. پس در عقیم سازی که ناتوانی تولید مثل هست به صورت دائمی است و این باید به رضایت خود فرد اتفاق نیفتاده باشه. البته در موضوع بحث خشونت جنسی که مصداق‌های زیاده داره، مثل پیشترم گفتیم، مثل موضوع تجاوز، فحشا اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی، بعد در آخر می خود از این ماده 7 در بخش خشونت جنسی آمده گفته سایر موارد خشونت جنسی، سایر موارد که همجنس از این باشه، همسنگ از این باشه، البته با زور اتفاق افتاده باشه، با تهدید اتفاق افتاده باشه و از لحاظ قیاس قابل شدت و از این موضوع باشه، به نحوی میتونه که چی باشه به این موضوع ما چی کنیم، مثلا موضوع تفخیز و مسایقه با یک حالتی، حالا میتونه که ما به نحوی ایرم مستاق پیدا بکنه به موضوع خشونت جنسی، البته به حالتی که به زور و تهدید باشه. محسنین عزیز، ما و شما بحث ما و شما عناصر جرم جنایت علیه بشریت هست. در بحث عناصر جرم جنایت علیه بشریت، محسنین عزیز، ما و شما بحث های مختلف عزیز با هم صحبت کردیم. در قسمت عنصر مادی عزیز گفتیم که الان میتونه قتل باشه، نابودسازی باشه، به بردگی گرفتن باشه، هر یک از اینها باشه.
یکی از این مواردی که میتونه جرم جنایت علیه بشریت اتفاق بیفته محسنین گرامی بحث تعقیب و آزار هست. خود ماده 7 اساسنامه محکمه جزای بین الملل در تعریف جنایت علیه بشریت و تعریف مصداقها آماده این موضوع توضیح داده. یک بار این موضوع با هم میخوانیم و بعد توضیح میده. گفته آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی به شرحی که در بند 3 مشخص گردیده است یا به دلایل دیگر در سطح جهان بر اساس قوانین بین الملل در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیر مجاز به رسمیت شناخته شده باشد. یکی از مصداقهای چی است؟ مصداقهای جنایت علیه بشریت است. افراد به دلیل نژاد از اینا، قومیت از اینا، فرهنگ از اینا، مذهب از اینا تحت تعقیب قرار میده، تحت آزار قرار میده. مثلا کاری که در داخل دولت ایران اتفاق میفته، مثلا گروه اهل سنت و فرض مثال، اینا به هر نحوی تحت آزار هستند یا تحت اذیت قرار میگیرند دلیل موضوعات مذهبی. خب این میتونه به نحوی جنایت علیه بشریت قلمداد بشه که اینها خلاف قوانین بین الملل هست، خلاف موضوعات حقوق بین الملل و دساتیر بین المللی است که به عنوان یک عمل غیر مجاز یا موضوعات به رسمیت شناخته شده و میتونه به عنوان یک مصداق جنایت علیه بشریت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب محسنین عزیز بیشتر این موضوع توضیح داده در خود اساسنامه. گفته آزار و تعقیب، گفته یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنها برخلاف موازین حقوق بین المللی به دلیل هویت گروهی جمعیشان. یعنی چون عظمی هویت هستند، چون عظمی گروه هستند، چون عظمی جمع هستند، اینا عظمی حقوق محروم میشن، عظمی حقوق به اصطلاح دور ساخته میشن. این خلاف قواعد بین الملل هست. موضوع فکر میکنم کاملا واضح هست برای شما محصلین عزیز که یکی از مواردی که پس میتونه جرم جنایت علیه بشریت اتفاق بیفته بحث موضوع تعقیب و آزار و بحث موضوع چی است؟ محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا یک جمعیت از حقوق اساسی از اونا برخلاف موازین حقوق بین الملل. خب چند موضوع هست در اینجا محصلین گرامی در بحث موضوع تعقیب و آزار در بحث عنصر مادی جنایت علیه بشریت. که وقتی ما صحبت از تعقیب و آزار میکنیم، اولین بحث به خاطر محرومیت از حقوق اساسی از این گروه است. یعنی هدف از اونو ای است که همین بخش یا همین گروه از این حقوق اساسی چی بشن؟ از این حقوق اساسی خود اینا محروم بشن. حالا به چه دلیلی؟ به دلیل هویت چی؟ به دلیل هویت گروهی خود. یعنی به دلیلی که اینها جزء از این گروه به اصطلاح چی هستن؟ سیاسی هستن، جنسی هستن یا فرهنگی یا حزبی یا هر گروه دیگه که هستن. همین حزب رو فرض مثال محروم میکنن، همین گروه ملی و قومی محروم میکنن. گروه هم میتونه گروه چی باشه؟ گروه سیاسی باشه، نژادی باشه، ملی باشه، قومی باشه یا هر موضوع دیگه باشه. البته در خود قوانین هم ما داریم به عنوان یک جرم مستقل در خود کد جزا ما تعقیب و آزار به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده و نیاز نیست که این مرتبط با جرایم دیگه باشه. خود جرم تعقیب و آزار یعنی یک جرم مستقل هست
و یکی از مستوقهای جرم جنایت علیه بشریت به شمار میره. مثلا موضوعی که خودم مثالی که اینجا برای شما آوردم، به طور مثال تعقیب آزاد، بازداشت و اخراج سازمان یافته مسلمان ها در بوسنی، منظور هم موضوع یوگسلاوی است که اونوی تعقیب هست و تخریب خانه های مسلمان ها، این بخش آزار از او به اصطلاح میتونم به تعقیب و آزار هر دو مورد اینجا بگیم که اینا هم یه دوتا مثال مستاق پیدا میکنه یا مستاق پیدا کرده. یا محصلین عزیز، یکی از موارد دیگه که جزء عناصر مادی جرم جنایت علیه بشریت به حساب میره، ناپدید کردن اجباری هست. یعنی چی؟ خود جرم جنایت علیه بشریت، محصلین عزیز، گفتیم که به این طریقا اتفاق میفته. عنصر مادی یعنی به این طریقا اتفاق میفته. گفتیم یا از طریق قتل یا نابودسازی، یا به طور مثال گفتیم که کوچ اجباری یا خشونت های جنسی، یا یکی از موارد ناپدید کردن اجباری است. این ناپدید کردن اجباری چی هست؟ محصلین گرامی، در خود اساسنامه محکمه جزای بین الملل در ماده 7 از این آمده موضوعات را توضیح داده. گفته ناپدید، عنصر مادی جون ناپدید کردن اجباری، گفته ناپدید شدن اجباری افراد یعنی دستگیری، بازداشت، را بودن افراد توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا یک سازمان سیاسی و متعاقب به آن، عدم اعتراف به محرومیت آنها از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت یا محل نگهداری آنها، به قصد محروم ساختن آنها از حمایت‌های قانونی برای مدت زمان طولانی. بعضی از رژیم‌ها، بعضی از نظام‌ها می‌بینیم یک سری افراد ناگهان ناپدید میشن، بازداشت میشن، این افراد رو می‌برن، حتی فامیل از اونا، خانواده از اونا خبر نداره، دولتی کار میکنه یا یک سازمان سیاسی که به هدف از او بر تعقیب برنامه دولت باشه، و کلن هدف از اینا یه هست که افراد از اجتماع دور نگه دارن، از حقوق از اینا محروم بشن، حتی هیچ نوع اطلاعاتی هم در مورد از اینا برای خانواده از او، فامیل از او، در کل در اختیار اجتماع نمیگذارن. و هدف از اونا چی هست؟ محروم ساختن از این افراد از حقوق ابتدایی از اونها هست و حقوق اجتماعی اینا. بحث ناپدید کردن اجباری محصل نهایت عزیز و گرامی چند موضوع هست اینجا. یک، دستگیری از اینها، یا گاهی وقت اینا به صورت اختطاف و ربوده میشن، که این جرم یعنی به چه طریق وجود می، اول اینا که باید دستگیر بشن. دوم، عدم اطلاع رسانی، یعنی اصلا هیچ کس هم خبر نداره، تو چندین بار چند فامیل از اینا، خانواده از اینا که حتی مراجعه هم بکنن به اینها یا سازمان یا به دولت، هیچ اطلاعاتی در رابطه با از اینها به اینا گفته نمیشه، در اختیار از اینا قرار داده نمیشه. و همچنین خود مرتکب هم در حقیقت به عدم اطلاع رسانی و همزمانی از اینا علم داره و میفهمه که همین کار را زمانی که انجام داد، هیچ نوع اطلاعاتی هم با علم خود ازی و به خواست خود ازی و اقارب ازی شخص داده نمیشه، و همین عدم اطلاع رسانی با رضایت خود ازی دولت یا به رضایت هم خود سازمان است. یعنی فرد دستگیر کردن، هیچ نوع اطلاعاتی هم برای از خانواده، از گروه، از اقارب از نمیدن، و همی عدم اطلاع رسانی هم با رضایت دولت هست و یا با رضایت سازمان هست، و او هم برای یک مدت طولانی فرد دستگیر یا تعقیب شده، یعنی ناپدید کردن، یعنی ما اصلا خبر نداریم کجا ناپدید شد، در حالی که ای دستگیر شده توسط دولت یا توسط یک سازمان، ما میگیم این فرد ناپدید شد، چون ما هیچ خبر از او فرد ما نداریم. این میشه ناپدید کردن اجباری، که خودی محصلی نهایت عزیز یکی از مساقهای جرم جنایت علیه
بشریت هست. محسنین گرامی، بحث این جلسه رو همینجا ختم میکنیم. ادامه بحث عناصر مادی جرم جنایت علیه بشریت میگذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. اوقات خوب و خوش داشته باشیم. خداحافظ شما.